محمد علی فردین. محمد علی فردین متولد 15 بهمن 1309 در تهران و از خانواده هنردوست به دنیا آمد. پدرش علی گل فردین کارمند اداره تسلیحات و از بازیگران تئاتر بود. محمد علی دو برادر به نامهای عباس و ایرج و یک خواهر داشت. او فرزند ارشد خانواده بود. دوران ابتدایی را در دبستان ترقی در خیابان شهباز و دوره متوسطه را در دبیرستان آذر گذراند و موفق به اخذ دیپلم گردید. در سن 18 سالگی به سربازی رفت و 2 سال در نیروی هوایی ارتش خدمت کرد. او کشتی را نزد حبیب الله بلور آموخت و مدال‌هایی همچون مدال نقره 73 کیلوگرم مسابقات جهانی 1954 توکیو را دریافت کرد. او در سال 1338 نخستین فیلم خود را با عنوان دوقلوها یا چشمه آب حیات بازی کرد. او در فیلم‌های گنج قارون و سلطان قلب‌ها شناخته تر شد. فردین در سال 1361 آخرین فیلمش را با عنوان برزخی ها بازی کرد. او کلیه هزینه کفن و دفن غلام رضا تختی را تقبل کرد و در دوره‌ای دستمزد بازیگریش را برای تهیه جهیزیه به یک دختر داد. همچنین وی هزینه ساخت 18 مدرسه را نیز تقبل کرد. وی در سن 19 سالگی با مهری خمالو ازدواج کرد و حاصل این ازدواج 4 فرزند به نامهای سعید، سیاوش، عاطفه و آمنه بود. او جایزه بهترین بازیگر مرد برای فیلم سلطان قلب‌ها را در اولین دوره جشنواره فیلم سپاس تهران دریافت کرد. همچنین بنیاد جهانی هنر در خدمت صلح جایزه ویژه هنر در خدمت صلح را در سال 2018 در بخش سینما به پاس یک عمر فعالیت محمد علی فردین به او اهدا کرد. عاطفه فردین این جایزه را دریافت کرد. وی روز پنجشنبه 18 فروردین 1379 در سن 69 سالگی بر اثر ایست قلبی در منزل شخصیش از دنیا رفت. او در قطعه 88 ردیف 159 شماره 10 قبرستان بهی صحرا با حضور گسترده مردم دفن شد. از مهمترین آثار وی به تدوین قرار بزرگ، تهیه کنندگی سکه شانس، قصه شب، بازیگری سلطان قلب‌ها، جوان مرد، حاتم طایی، گنج قارون، نویسندگی عشق و انتقام و کارگردانی قصر زرین و بر فراز آسمان ها نام دارند. پس این زندگی بخور، بخواب، بجر، تلکو دنیا همینه، سلامتی و دل خوش میخواد، فقط اونم با من آقای جونم، نترس با من.